افغانستان پس از 2014 در نقشه راه شیکاگو، خروج سربازان ناتو و چالش های پیش رو. At the ISAF meeting this morning, we agreed that Afghan forces will take the lead for combat operations next year, in mid-2013. 2014 will be a year in which the United States will not be spending as much money in Afghanistan as it is spending today. It will save money and we will be providing security ourselves. نشست شیکاگو و انزوای سیاسی پاکستان. President Zardari shared with me his belief that these issues can get worked through. We would like to see a reopening of the transit routes as soon as possible. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یما سیاوش خوش آمدید. سران ناتو در نشست شیکاگو نقشه راه خروج نیروهایشان را از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی ترسیم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حالی که میپذیرد که این برنامه برای پایان جنگ در افغانستان پرخطر خواهد بود، اما تاکید میکند که افغانستان را هیچگاه تنها نخواهد گذاشت. رئیس جمهور کرزای در پایان نشست شیکاگو در گفتگوی ویژه با شبکه خبری CNN گفته است طالبان دیگر نمیتوانند افغانستان را تصرف کنند. افغانستان بسیار پیشرفت کرده است و کنون از خود دفاع خواهد. با در نظر داشت پیشرفت هایی که ما کرده ایم، افغانان اجازه نخواهند داد تا به عقب برده شود و به زمان طالبان برگردند. طالبان ممکن توانایی را اندازی حمله ها را داشته باشند یا مواد انفجاری را منفجر بسازند یا انتحار کنندگان را بفرستند، اما اینکه آنان برگردند و به کشور حاکم شوند و این کشور را به عقب برگردانند ممکن نیست. آیا افغانستان پس از 2014 به پای خودش در برابر تهدیدها خواهد ایستاد؟ فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی برای بحث بیشتر با ماست. اما ابتدا همکارم لطف‌الله نجفی‌زاده که در شیکاگوی آمریکاست میپیوندیم. آقای نجفی‌زاده خیلی خوش آمدین. آقای نجفی‌زاده سلام بر شما. سلام، من صدای شما را دارم. ابتدا اگر بفرمایید در مورد واکنش ها به اجلاس سران ناتو در شیکاگو که رسانه های آمریکایی چی دیده داشتند در پایان این نشست؟ من امروز صبح زمانی که رسانه های چاپ شیکاگو و آمریکا را مرور می کردم، همهشان با تیترهای بسیار درشت و بزرگ نوشتند که ناتو ماموریت آمریکا ماموریت جنگیش در افغانستان پایان می ده و سربازهای آمریکایی دوباره به خانه برمیگرد. بنابراین خبر کلان در آمریکا همی است که سال 2014 به معنای کامل سالی است که دیگر نیروهای خارجی در افغانستان خون نخواد ریختن و پول زیاد مصرف نخواد کرد. حالا میشه اینطور نتیجه گیری کرد و نتیجه گیری این بوده باشه که بیشتر این اجلاس مصرف داخلی داشته در درون آمریکا برای اقناع شهروندان خود آمریکا؟ در اون شک نیست. زمانی که سخنرانی دیروز آقای اوباما را ما میشنویدیم در اینجا، تمرکز بیشترش روی بود که خب ما ماموریت جنگی خود را در افغانستان پایان میدیم و سال 2014 آخرین سربازای جنگی ما از افغانستان بیرون خواهد شدن و این گپا فقط 6 ماه پیش از انتخابات رئیس جمهوری در اینجا هست که بدون شک پیام های انتخاباتی را خیلی با خود داره. آیا از نگرانی ها از برگشت طالبان و از دست رفتن حقوقی که حالا به دست آمده در جریان این یک دهه چیزی در رسانه های آمریکایی در واکنش به اجلاس سران ناتو در شیکاگو دیدین؟ زیاد نه. تلاش صورت گرفته تا بعضی از مشکلات که در افغانستان وجود داره اینا مشکلات افغانی نشان داده شود که مربوط به خود افغان ها است تا باش کنار بیاید، نه جامعه جهانی، چون ماموریت قسم نشان داده که ماموریت غرب دیگر ماموریت چی نیست، دیگر ماموریت عذر میخواد ماموریت غرب دیگر ماموریت نیست که در افغانستان ملت سازی بکنه. سپاسگزارم. لطف‌الله نجفی‌زاده همکارم بود که از شیکاگوی آمریکا با ما سخن گفت.
آقای سانجاره که خیلی خوش آمدین به این بحث. رئیس جمهور کرزی گفت طالبان دیگر نمیتوانند به افغانستان برگردند و این کشور را تصرف کنند. آیا در واکنش به تصمیم سران ناتو در شیکاگو بوده واقعا چنین هست؟ در 2014 چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟ البته باید گفت که طالبا هم اکنون به قدرت برگشتند. یعنی تفکر طالبا در بسیاری از موقعیت های حکومت افغانستان حاکم شده، از لحاظ روحی و فکری طالبا فت کردند، تشویش و نگرانی عمده که امروز در درون جامعه وجود داره و تشویش های فراوانی از محدودیت هایی که اعمال میشه، از روند های دموکراتیکی که به بنبست میخوره، از فساد، از حیف و میل، از سقوط در واقع ارزش های دموکراسی در افغانستان، از به بنبست رسیدن بسیاری از ابتکارات و فعالیت ها نشان میده که طالبا موفق شدند. اینکه رئیس جمهور کرزی چنین ادعایی میکنه که طالبا دیگه به قدرت بر نمیگرده، این ناشی از این میشه که خود احتمالاً رئیس جمهور کرزی در صدد زدوبند پنهانی با بعضی از حلقات طالبا هست و امروز میبینیم که تعداد زیادی از افراد و عناصر و اعضای طالبا در کابل هستند یا در موقعیت های دولتی و حکومتی هستند یا اینکه مهمان حکومت افغانستان هستند و این روند ادامه داره و این تلاش ها و کوشش ها ادامه داره تا سال 2014 که احتمالاً ما شاهد این باشیم که تمام موقعیت های دولتی و قدرت حکومتی در اختیار حلقات قرار میگیره که اینا با ساختار تفکر طالبانی در واقع منوس هستند. حالا تعهد ناتو هم مانند رئیس جمهور کرزی بوده، در حالی که سران ناتو تعهد کردند که با اون خروج 2014 متحد هستند و نیروهایشان را خواهند کشید، ما گفتن که افغانستان را تنها نخواهند گذاشتن چنانی که در سخنان باراک اوباما بود. از صحبت‌های همکار شما استفاده می‌شد که جامعه بین‌المللی مخصوصاً ایالات متحده آمریکا با چالش‌ها و مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. بحران اقتصادی که دارن و نارضایتی از جنگ که به جریان فکری کلان در آمریکا شده و همچنین مشکلات و چالش هایی که وجود دارد در سطح منطقه که در واقع قوای جامعه بین المللی زمینگیر شدن و این جنگ یک جنگ مزمن شده، یک جنگی است که هزینه های کلانی را بلعیده و تلفات بسیار زیاد داشته و افقش هم نامعلوم است. به این خاطر آدم فکر میکنه که این جنگ به نوعی به بنبست رسیده و اونا تلاش میکنن همون قسمی که اونا هم گفتن در آستانه انتخابات ایالات متحده آمریکا که بیشتر بهره گیری های داخلی شو، مصرف داخلی داشته باشه این مسائل. ولی در عین حال یک نقطه هم نباید فراموش کرد و او این است که بر حال جامعه بین المللی و در رأس ایالات متحده آمریکا ناگزیری های هم از پیششون و این ناگزیری ها این است که اگر مأموریتشون در افغانستان ناتمام رها شود، طبعا پیامدش بازگشت به نقطه های صفر اولیه است. اونا مجبور هستند تا سال 2014 کاری بکنند که از یک طرف نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شود، تجهیز شود، توانایی مقابله با تهدیدها را داشته باشند و از جانب دیگر یک تعهد دوامدار داشته باشند در قبال افغانستان از لحاظ آموزش، از لحاظ تجهیز، از لحاظ مدیریت های طرح و پلان ریزی و در عرصه‌های مختلف تا افغانستان روی پای خود احساس شد. 2014 نیروهای امنیتیش خود بتانند جاگزین نیروهای تا بدندان مسلح و خیلی مجهز غربی شوند در افغانستان؟ البته واقعا تردید وجود داره. یعنی در 10-11 سال گذشته با امکانات بسیار وافری که سرازیر شد، با هزینه های کلانی که مصرف شد، ما نتوانستیم روی پای خود ایستاد شویم. یعنی فرصت های زیادی را از دست دادیم که تمامش به نظر ما برمیگرده به اداره ناسالم موجود، به فساد گسترده، به ناکارآمدی دستگاه حاکم در افغانستان. اگر میشد از این فرصت ها استفاده کنه، حالا هم ما نیازی به وجود نیروهای خارجی نداشتیم، اما تا حال که نشده، تا 2 سال آینده بعید به نظر میرسه که ما این توان و این قدرت پیدا بکنیم. نقطه دیگه که قابل توجه است این است که در واقع تعهد مالی جامعه بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان بر معیار 250 هزار است یا 220 هزار، در حالی که ما نیاز به نیروی امنیتی 350 و چند هزار داریم که هنوز این مبهم باقی مانده که آیا دنیای را میپذیره یا نمیپذیره. اگر ما بتانیم از لحاظ کمی نیروهای امنیتی خود را به 3 لگو
50 و چند هزار برسانیم. ولی در اونجا از... مشکل تمویل این نیروها پیش میآید که با طبعاً. این پولی که حالا جهان 4.1 میلیارد دلار متعهد شده، این پول کافی نیست به اون تعداد. طبعاً این پول با توجه به بحران اقتصادی که در غرب وجود داره، هزینه های سنگینی که دارن و تا هنوز این در ابهام قرار داره که آیا دنیا یک چنین تعهد مالی را داره به افغانستان یا نه. در حال که هنوز در مسئله جنگ با طالبان پیروزی به دست نامد، آنچنانی که اعتراف خود سران ناتو هست، و هم در مسئله مذاکره و گفتگو با این گروه هیچ پیشرفت و دستاوردی وجود نداره، خب این دم زدن از این که حالا 2014 این نیروها افغانستان را ترک میکنند، چی پیامی میتونه واقعا داشته باشه؟ ببینید، واقعیت مسئله ای است که مسئله مبارزه با هراس افغانی، مسئله طالبا، مسئله مخالفان مسلح، یک مسئله بسیار پیچیده و چند بعدی هست. اگری به درستی کالبد شکافی نشوه و تحلیل نشوه و عقبه ها و در واقع زوایا و گوشه های مختلفش مورد ارزیابی قرار نگیره و در سطح شعار چنان که تا هنوز بوده باقی ببانه، هیچ مشکل حل نخواهد شد. ببینید، ما با یک شبکه های به همگیری خورده پیچیده که دارای یک تفکر سخت سرانه و یک آیدولوژی بسیار بسیار پیچیده هستیم، با این مواجه هستیم. از یک سو با سازمان های بزرگ استخباراتی در سطح منطقه و بیرون منطقه مواجه هستیم، از جانب دیگر و تا زمانی که مشکل در سطح منطقه و با در نظر داشت این مسائل حل نشوه، فکر نمی کنم که ما بتانیم با اینکه یک چند مورد طالبان را جذب بکنیم یا با مذاکرات یا شورای صلح، با این مسائل ما این مسئله پیچیده و چند بعدی مبارزه با هراس افغانی را حل بکنیم. حالا همکاری صادقانه در پیش از نشست شیکاگو در دیداری که با رئیس جمهور داشته، خواستار تسریع در روند گفتگو با طالبان شده و گفته از مشارکت سیاسی این گروه بیشتر باید حرف زده شود در دولت افغانستان و کار شود. فکر میکنین چین پیامی میتونه در روزهای آتی میتونه دولت افغانستان کاری بکنه در راستای گفتگو با طالبان؟ فکر میکنم تا هنوز تجربه نشان داده که حکومت افغانستان نه یک اراده قوی برای گفتگو داشته، نه یک طرح روشن برای گفتگو داشته، نه یک آژندا و مکانیزم روشن و مشخص و کارآمد برای گفتگو داشته و بیشتر با کلمه مصالحه و صلح و گفتگو بازی کرده حکومت افغانستان و اهداف و نیات غیر از صلح داشته از ایجاد بعضی نهادها و بعضی برنامه ها. و جامعه بین المللی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا هم این موضوع را به خوبی درک کرده، اونا میخوان که حکومت افغانستان رهبری یک گفتگوی جدی و سازنده را داشته باشه و در واقع وقتی حکومت افغانستان میخواهد پایان ببخشه به این مسائل، باید با کشورهای همسایه گفتگو بکنه، با عقبه های اکمالاتی طالبا گفتگو بکنه، باید یک دیپلماسی فعال و کارآمد و پویا وجود داشته باشه، باید یک تعریف مشخص از افغانستان تمام این تلاش ها را انجام داده، اما نه از طریق این نهادهایی که ایجاد کرده، سازوکارهای دستپاگیر و کهنه و سنتی که ایجاد کرده، این مسائل پیش نمیره. حالا چی باید میکرد دولت افغانستان که انجام نشده؟ خب ببینید، شورای عالی صلح ایجاد شد، جرگه برگزار شد، با کشورهای مثل پاکستان دیدار و گفتگو شد. شما شاید با ما موافق باشین که مسئله گفتگو با مخالفان مسلح حتی در سطح کابینه به اجماع تبدیل نشده، در درون شورای عالی صلح به اجماع تبدیل نشده، در سطح نهادهای اساسی دولت به اجماع تبدیل نشده. بگذاریم از اینکه اپوزیسیون چی میگه، نهادهای جامعه مدنی چی میگه، اولین کاری که حکومت افغانستان میکنه این است که باید این گفتگوها و در واقع برنامه صلح به یک برنامه ملی تبدیل کنه، به یک اجماع ملی تبدیل کنه. دومین کاری که حکومت افغانستان باید انجام بده این است که باید سازوکارهای کارآمد و مؤثر باید روی دست بگیره و نه از طریق این نهادهای سنتی و عروض طویلی که بیشتر میخواد اون را برای کمپین های بعدی خود اینا را بسازه. این بازی کردن با صلح است. به این خاطر است که ما کدام دستاورد در عرصه ها نداریم و از طرف دیگر باید تعریف مشخص باشه، شناخت دقیق باشه از مخالفین مسلح، از عقبه های اکمالاتی و حمایتیشان. تا این مسائل روشن نشه فکر نمی کنم به جایی برسیم. حالا با این تعهدی که در اجلاس شیکاگو شد که 2014 نیروهای بین المللی از افغانستان میرن، این همزمان از با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، و در این زمان چقدر بتوان امیدوار بود که این نیروها بتوانند تمام این مسئولیت ها را خود بر عهده بگیرند؟ خوشبختانه رایزنی ها و گفتگوهایی که رهبران ائتلاف ملی افغانستان با مقامات بین المللی داشتن و نگرانی و تشویش خود از امنیت انتخابات در سال 2014 اعلان کرده بودند و تاکید داشتند که باید این مسائل مورد نظر قرار بگیره،
شما شنیدین که اوباما در گفتگویی که با رئیس جمهور کرزایی داشت تاکید داشت که باید یک انتخابات شفاف با اعتبار و مطابق با قانون اساسی افغانستان در سال 2014 پیش از خروج نیروهای بین‌المللی صورت بگیره. و یک نقطه بسیار مثبت میتونه باشه که هنوز کافی نیست البته. ما توقع و انتظار ما است که جامعه بین‌المللی در سال 2014 بلکه چقدر تنها با گفتن این حرف این کار انجام خواهد شد؟ طبعا این کفایت نمیکنه، باید یک ضمانت‌های قوی وجود داشته باشه که امنیت انتخابات تامین شه. البته امنیت انتخابات یک بودش است، یعنی وقتی که جامعه بین‌المللی بر حکومت داری خوب، بر روندهای دموکراتیک، بر شفافیت انتخابات، بر اعتباری پروسه تاکید میکنه، باید در این رابطه حمایت‌های لازم هم داشته باشند. یعنی علاوه بر این مسئله باید سازوکارهای انتخابات، نهادهای انتخاباتی، قانون انتخابات، نظارت‌های انتخاباتی و مسائل مجموعی باید مد نظر قرار بگیره که ما شاهد این باشیم. نکته ای که باید بسیار مهم است این است که جامعه بین‌المللی هم خوشبختانه به این موضوع تاکید کرده، وی است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تا 2014 همزمان شده با پروسه انتقال قدرت سیاسی، که یعنی ما در سال 2014 شاهد شکلگیری یک رهبری سیاسی مشروع، قانونی، منتخب و برآمد از رأی مردم باشیم. ولی فکر می‌کنید که چالش‌ها را مضاعف خواهد ساخت حالا این انتقال‌ها همزمان صورت بگیرند؟ ببینید، یعنی خروج نیروهای جامعه بین‌المللی از افغانستان دفعتاً و یک باره در سال 2014 نیست، به تدریج و آهسته تا اون زمان که نهایی خواهد شد تا آخر 2014 وقت تا اون زمان که نهایی میشه آرام آرام ما باید این قدمه ها را هم برداریم. امنیت انتخابات باید مورد ملاحظه قرار بگیره، سازوکارهایش باید درست اصلاح شود و مسائل مختلفی که وقتی که انتخابات برگزار میشه و یک رهبری مشروع و قانونی از رأی مردم میبره، او زمان در واقع پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی با پروسه انتقال سیاسی یک جا تکمیل میشه. با حمایت مردم و جامعه بین‌المللی ما میتونیم گام‌های اساسی را به طرف اصلاح و سازندگی برداریم. آقای سنجار، که اگر کوتاه حالا به عنوان نتیجه گیری از اجلاس شیکاگو بگوین که 2014 افغانستان به کجا خواهد رفت؟ ما امیدوار هستیم با توجه به اعلامیه نهایی که از کنفرانس صادر شد و تاکیدات جدی که صورت گرفت، تا سال 2014 جامعه بین‌المللی بتانه، بعد از سال 2014 جامعه بین‌المللی بتانه با حضور متفاوت خود در افغانستان، یعنی از طریق حمایت‌های لوجستیکی، مالی، ولی این نیازمند یک پتانسیل قوی در درون افغانستان هم هست. برمیگرده به کارایی و تلاش و ابتکارات حکومت افغانستان که البته تردید وجود داره، چون حکومت افغانستان در تمام کنفرانس‌های بین‌المللی این وعده‌ها را قبول کرده، وعده‌های داده و تعهدات داده، اما عمل نکرده، با فساد مبارزه نکرد، اصلاحات نیاورد، یک محور وفاق به وجود نیاورد و خیلی کارهایی را که وعده کرده بود، شفافیت هایی که وعده کرده بود انجام نداد. حالا هم البته تردید وجود داره که به می خاطر هم است که اپوزیسیون سیاسی بالای جامعه بین‌المللی فشار وارد میکنه و در رایزنی های خود را تاکید کرده که باید حکومت افغانستان وادار شود که قبول بکنه و به عمل در بیاید مسائل. سپاسگزارم. فاضل سانچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان، از حضور شما در این بحث. در حالی که پاکستان با وعده بازگشایی راه تدارکاتی برای ناتو به اجلاس شیکاگو راه یافت، اما پس از برگزاری اجلاس شیکاگو هنوز از بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو خبری نیست. باراک اوباما هنگام سخنرانی در اجلاس شیکاگو از روسیه و کشورهای آسیای میانه برای عبور دادن کاروانهای تدارکاتی ناتو به افغانستان سپاسگزاری کرد، اما هیچ اشاره‌ای به پاکستان نداشت. باراک اوباما سپس در یک کنفرانس خبری به دنبال نشست دروزه سران ناتو در شهر شیکاگو گفت: ما در حقیقت در حال کسب پیشرفت‌های جدی در مذاکرات در این زمینه هستیم. سپاس از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید.